با سلام درود خدمت دوستان، رسیدیم به درس 104 آموزش زبان فرانسه. امروز چند تا ریدینگ داریم راجع به یه سری غذاهاست و هفته غذا تو فرانسه. از روی کتاب ادرگوی 1 سطح ا در خدمتون هستم. اگر از این سری ویدیوها خوشتون میاد لطفا کانال منو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، اون علامت زنگوله رو اگه بزنید هر ویدیوی جدیدی که آپلود کردم متوجه میشید و میتونید بیاین اون ویدیو رو مشاهده بکنید. حالا که دستبندی غذاها رو با هم دیگه مرور کردیم، بیام یه نکته فرهنگی اینجا بگیم که لسمن دو گو چی هستش. هفته مزه ها. لیزه لو پروسپکتوس دیستریبوه دان لز اکول پوی رپونده. اینا چیه؟ پروسپکتوس چیه؟ پروسپکتوس یه دفترچه هست، انگار یه بروشوره، یه کتابچه هست که دیستریبیوت شده. دیستریبیوت یعنی توضیح شده، دیستریبیوت شده. دان لز اکول تو مدرسه ها پوی رپونده. اول بخوندنش بعد جواب بدی. لا پرومیر ژورنه دو گو، اولین روز مزه مربوط به غذا و این هستش. اولیو، اوار لیو یعنی اتفاق افتادن، رخ دادن. بعد اینجا هم که پس کمبوزه شده اولیو اتفاق افتاده. که این اولین بار اتفاق افتاده لو 15 اکتبر 1990. ا لینیسیاتیف دو ژان لوک پتیت رونو، به ابتکار. ا لینیسیاتیف یعنی به ابتکار کی؟ یه آقای به نام ژان لوک پتیت رونو، اسپسیالیست دو گاسترونومی، متخصص علم غذا، گاسترونومی مربوط به غذا و مزه و ایناست. آن 1992 لا ژورنه دو گو ادونو لا سمن دو گو. خب روز غذا و مزه ادونو شده چی شده؟ تبدیل شده به هفته مزه و غذا، لا سمن، که دیگه ژورنه نیست، روز نیست، یه هفته شده. Les leçons de goût. میشه درس های مزه و غذا. Action incontournable de la semaine de goût. Action یعنی اقدام یا کاری که، حالا incontournable یعنی غیر قابل اجتناب، یعنی حتما و ضروریه، مربوط به این هفته چیه؟ Les leçons de goût. درس غذا dans les écoles، تو مدرسه ها. Mobilise یعنی بسیج میکنه، همه رو گرد هم میاره. آن اکتبر 2004، در اکتبر 2004 بسیج کرده. کیا رو بسیج کرده؟ پره دو 4000 شف دو کوزین. پره دو یعنی حدود، نزدیک 4000 تا شف دو کوزین، سراشپز، پروفسیونل دو متیه دو بوش، و حرفه‌ای ها و کسانی که کارشون حرفه‌ای مربوط به متی، یعنی شغل‌های دو بوش، بوش هم دهن، مربوط به غذا هستش. کی اون رانکونتره، که رانکونتره یعنی ملاقات کردن، 5000 کلاس، 5000 تا کلاس رو رفتن از نزدیک ملاقات کردن. پور پلو دانفورماسیون، برای اطلاعات بیشتر میگه بیاین به این آدرس www.logo.com. اگه نمیتونید این آدرس ها رو درست بخونید، من یه ویدیوی کامل تو این زمینه دارم، براتون آدرسش رو میذارم، به اون آدرس مراجعه بکنید، چجوری ببینید آدرس های اینترنتی رو چجوری بخونید. حالا بریم یه برنامه رو هم ببینیم، برنامه غذایی هفته غذاها، که این هفته دو 11 او 17 اکتبر است، 11 تا 17 اکتبر هستش. خب آنتره داریم، اینا که روزهای هفته است، اینا وعده هاست. آنتره یه پس پیش غذای، پلا پرنسیپال یعنی غذای اصلیه، فرماژ پنیر هم میخورن همراه غذاشون، چه نوع پنیری، و دسر هم که همون دسر هستی که تو فارسی هم. خب اول پیش غذاها رو شروع بکنیم. دوشنبه چی دارن؟ سالاد د تومات یعنی سالاد گوجه فرنگی. این چی داریم؟ روز سه شنبه پوم دو تر او تون. پوم دو تر
یعنی سیب زمینی. تون هم همونی که ما تو فارسی میگیم تون، ماهی تون. سیب زمینی با ماهی تون. خب مرکودی چیه؟ چهارشنبه سالاد لانتی، سالاد عدس. جودی پنجشنبه چی داریم؟ کاروت رپه. کاروت یعنی هویج، رپه یعنی رنده شده، هویج رنده شده. جمعه چی دارن؟ پته دو کامپانی، ترین دو ولایه. خب این پته دو کامپانی هستش، این پیشغذای گوشتی. ترین دو ولای، ولای هم گفتم که گوشت مرغ، گوشت سفیده. ترین هم ببینیم که چه شکلیه، شبیه کالباسه، اون مثلا کالباس گوشته، اینم کالباسه مثلا مرغه، یه غذای این. خب ترین دو ولای هم گفتم که این شکلی، شبیه کالباس مرغ حساب بکن. خب حالا بریم تو پلا پرنسیپل. پلا غذای اصلی، غذای اصلی چیه برای روز هفته؟ سوته دو پورک و پاپریکا. ببینید این سوته دو پورک و پاپریکا هستش، گوشت خوک، پورک گوشت خوک هستش و پاپریکا هم فلفل. یا چی؟ سوته دو موتون. موتون گفتم به گوشت گوسفند میگن، خود گوسفند هم هست، گوشتش هم میشن موتون. سوته اینم یه غذایی هستش که با گوشت گوسفند درست میکنن. گراتن دو پام دو پام دو تر. گراتن همون گراتینه که میگیم، گراتینه یه چی؟ سیب زمینی. خب ببینید مثلا گراتینه سیب زمینی به این صورت هستش. روز بعدی غذا اون چیه؟ پوله غوتی. پوله یعنی مرغ، گوشت مرغ. غوتیه یعنی سرخ شده است. لسترگون، لسترگون یعنی ترخون. بعدی چی؟ غذای بعدی پتی پوا الا فرانسز. این غذای پتی پوا الا فرانسز هستش، یه غذاییه که با نخود درست میکنن. پتی پوا یعنی نخود، نخود فرنگی. روز بعدی بولت دو بوف الا تومات. بولت دو بوف چیه؟ بولت یعنی از این قلقلی ها، خب گوش قلقلی، الا تومات با گوجه فرنگی، با طعم گوجه فرنگی. خب یه غذای شبیه این، گوش قلقلیه با گوجه فرنگی. اریکو ور، اریکو ور یعنی لوبیا سبز. غذای بعدی پت الا بولونز. پت الا بولونز یه نوع ماکارونیه، به این شیوهی که خودمون درست میکنیم بهش میگن پت الا بولونز. اینم پت الا بولونز، البته این با توفو درست کرده که گوشت واقعی نیست، برای گیاهخواراست، ولی خب طبق پت الا بولونز مثلا ماکارونیه که خودمون درست میکنیم هسته. فیله دو پواسون او سیترون. فیله همون چیزی که تو فارسی هم میگیم فیله. پواسون یعنی ماهی. فیله ماهی و سیترون با طعم به اصطلاح لیمو. ری این زد آخرش خونده نمیشه، یعنی برنج. این هم یکی از غذاهاییه که توی منو. خب دستبندی بعدی فرماژ هستش. فرماژ یعنی پنیر. یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده غذای فرانسوی ها فرماژ و پنیر هستش. حتی رستوران هایی هست تو فرانسه که فقط پنیر سرو میکنن. انواع اقسام پنیرها رو هم دارن. بعضیشون ممکنه شما تو ایران دیده باشین. حتی یه پنیرهایی هست مثل پنیر کپکی که کپک زده فکر میکنی که خراب شده و در واقع این شکلی نیست. خب اولین پنیری که واسه روز اول هفته در نظر گرفتن فرماژ بلان و سوکر. فرماژ بلان یعنی چی؟ یعنی پنیر سفید. و سوکر، سوکر یعنی شکر. پس یعنی پنیر سفیدیه که طعم شیرین داره، طعم شکر داره. پنیر بعدی کمانبر هستش. کمانبر و اینم یه نوع پنیر هستش. اینم میتونید حالا ببینید که چه. خب اینم پنیر کمانبر که بهتون گفته بودم این شکلیه. خب یه پنیر دیگه هم هست، بری بهش میگن. بری، بری هم یه نوع دیگه پنیر هست. پنیر بری که از شیر گاو درست میشه و در واقع اسمش هم از یه جایی تو فرانسه که مثلا اوریجین این پنیر هست گرفته شده، میگن پنیر بخی. بعدی یاور،
یعقوب در واقع همون ماست هستش، اوف خز، ماست میوهی با طعم خز، یعنی توت فرنگی، ماست با طعم توت فرنگی. ا که استفاده میشه، ا یا او مثل اینجا استفاده میشه، معمولا برای طعمش هستش. بعدی هم کنته، اینم پنیر کنته که این شکلیه. بعد این ساره ببینید قیافش که چه شکلیه، مزه شایی پیدا کردین بخوین به یاد ما هم باشید. بخش بعدی غذا دسر هستش، همون دسر. یه روز هفته اختصاص دادم به فخوی، فخوی یعنی میوه، میوه هم برای اینا دسر حساب میشه. بعدی کرپ و سوکر، کرپ یه نوع به اصطلاح شبیه شیرینیه بهش میگن، کرپ و سوکر، کرپ با شکر، کرپ شیرین. به این حالت شیرینی خیلی نازک شبیه نون هستش به این میگن کرپ. موس و شکلات، موس شکلاتی، اینم موس شکلاتی. خب روز بعدی دوباره فخویی داریم که میوه داریم، و روز آخرم کمپوت دو پام علا کنل. کمپوت همون چیزی که ما تو فارسی هم میگیم کمپوت. خب کمپوت چی؟ پام، پام یعنی سیب، علا کنل، کنل یعنی دارچین، یعنی کمپوت سیب با طعم دارچین. بس دو که هستش مربوط به اون چیز هستش، ولی اه که هستش معمولا برای طعم. خب تا اینجا کافیه، امیدوارم که این درس مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید، به دوستاتون هم معرفی بکنید، و تو کانال من سابسکرایب بکنید، کمک بکنید که این کانال گسترش پیدا بکنه و من هم با انگیزه بیشتری بتونم در خدمتتون باشم.